من فکر کنم ما به جای اینکه بیایم اینجوری بحث بکنیم که مردم میرن جلوی مردم نمیشه گرفت، مردم بالاخره مراسم معذری انجامون، به جای اینکه این حرفا رو بزنیم باید بگیم مردمی که شرکت میکنن اگر باعث ابتلاء یکی از مسلمانان، یکی از هم نوعان خودشون بشن، این شرعا اشکال داره، این اضرار به غیر هست، این حق الناس است، اینو باید بگیم. توصیه هایی که با واکنش امام جمعه جیرفت مواجه شد. حجت الاسلام سعادت پر پس از آنکه استاندار کرمان در جمع برگزار کنندگان مراسم محرم این اظهارات را مطرح کرد، پیامی را منتشر کرد که خطاب به استاندار کرمان گفته است در مسائلی که علم ندارید اظهار فضل نکنید. در ادامه آمده است اظهار نظر در حوزه مسائل شرعی و معرفی شرکت در مراسم اهل بیت از مصادیق اضرار به غیر مربوط به علما و کارشناسان محترم حوزه دین است و بهتر از جناب عالی که در این حوزه علم ندارید اظهار فضل نفرمایید مگر به استناد نظر بزرگان دین. بنا به فرمایش حضرت آقا، فصل الخطاب در زمینه برگزاری مراسمات محرم تصمیمات ستاد ملی کرونا است و ما همه تابعیم و شما هم نباید قبل از اظهار نظر ستاد ملی نظری بدهید، بلکه بعد از تصویب شما مأمور به ابلاغ و اجرا هستید. پس از گذشت یک هفته از این حواشی، استاندار کرمان در جلسه ستاد کرونا از خود دفاع کرد. من در مقابل این صحبتی که خبرنگار محترم در جلسه گفتن، در واقع یک بحثی رو مربوط به امر به معروف و نهی از منکر مطرح کردم و گفتم که این مطلبی که گفته میشه ما به جای این که این حرف رو بزنیم بیایم سعی کنیم همه ما وظایف شرعیمون انجام بدیم، وظایف شرعیمون رو بشناسیم انجام بدیم. ببینیم الان در حال حاضر وظیفه شرعی ما چی هست؟ آیا وظیفه شرعی ما هست که مراسم را مشابه قبل برگزار بکنیم یا وظیفه شرعی ما این هست که مراسم رو به یه شکل دیگه برگزار بکنیم؟ خب اگر امر به معروف و نهی از منکر یه مسئله تخصصی باشه و و کسایی این بوده داشته باشن که متخصص قضیه هستن، پس اصلا امر به معروف کلا تعطیل میشه دیگه. یعنی اگر یه کسی گفت آقا معروف این هست، این میشه یه اجازه تخصصی، ضمن اینکه اصلا من در حکم وارد نشدم، من در موضوع وارد شدم، من که اصلا حکم نکردم. من خود علما میگن که آقا تشخیص و حکم با فقیه، تشخیص و موضوع با خود مردمه. شرکت در مراسم اهل بیت علیهم السلام رو از مصادیق اضرار و غیر دونستم. آیا واقعا این شما صحبتام رو شدید؟ کلیپش هم هست الان. من شرکت در مراسم رو از مصادیق اضرار و غیر دونستم؟ اصلا همچی چیزی بود؟ عرض من این بود که اگر کسی مبتلا به کووید 19 باشه و یا احتمال بده که مبتلا هست و این بره در مراسم شرکت بکنه، ضوابط و بهداشتی رعایت نکنه و باعث ابتلای یکی دیگه به این بیماری بشه، این اضرار به غیره. خب این اشتباه از این هم غلطه؟ خب این غلط بگیم غلطه که ما دیگه این حرف نزنیم، بگیم این هم غلطه. حالا مخصوصا این اظهار نظرها رو اگه افرادی بکنن که اصلا عدالت شرط استقرار در مقامشون هست که خیلی بده که وقتی که آدم یه موضوع یه جوری اظهار نظر بکنه باید حداقل یه دفعه گوش کنه ببینه که مطلب چی بود و بعد اظهار نظر کنه. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.